سلام، وقتتون بخیر. سارا پرهام هستم از پرژن بارز جوایز پارسی در لندن با برنامه لایو شبهای لندن. از سری برنامه های لایو شبهای ایرانی امشب با شما هستم و منتظر یک مهمان هستیم. امشب قرار هست که دیجی برفی به ما ملحق بشه و در مورد کارهای خودش در لندن صحبت کنه. ایشون الان در لایو ما حضور دارن. اجازه بدید که با برنامه لایو شبهای لندن از سری برنامه های لایو شبهای ایرانی امشب با شما هستم و منتظر یک مهمان هستیم. اجازه بدید که من دوباره ایشونو بزنم دعوت کنم که به لایو ما ملحق بشن و در مورد کارهای خودشون صحبت کنند. زمانی که دیجی برفی به ما ملحق بشه در مورد فستیوال بین‌المللی سالانه ایران صحبت کنم. فستیوال بین‌المللی سالانه ایران که به صورت هیبرید هست توسط پرژن وار جوایز پارسی قرار هست در آنتالیا ترکیه برگزار بشه. هیبرید یعنی آنلاین حضوری. شما میتونید کارهاتون رو برای ما ارسال کنید از سراسر دنیا. کارها به صورت فیلم ضبط و پخش میشه و بعدا ثبت میشه و برای آیندگان باقی میمونه و این برنامه‌ها شما میتونید شرکت کنید در فستیوال بین‌المللی ایران از طریق آنلاین. پس دعوت میکنیم از همه که در کپشن من کانال تلگرامی فستیوال رو میذارم، میتونید ثبت نام کنید و اونجا حضور داشته باشید. فرمای ثبت نام هم گذاشتیم. اجازه بدید که من دوباره دعوت کنم از با برنامه لایو شبهای لندن از سری برنامه لایو شبهای ایرانی با شما. سلام، حال شما خوب هستید؟ متشکرم، سپاسگزارم. متشکرم، مرسی از دعوتتون. ان شاءالله که همیشه سلامت باشیم. خواهش میکنم با برنامه لایو شبهای لندن از سری برنامه های لایو شبهای ایرانی امشب با دیجی برفی هستید. خب اگر بخوام ازتون بپرسم که اصلا چطور شد وارد همچین رشته ای شدید، دیجی بودن؟ ببین اصلا لونگ استوری، اصلا نمیخواستم راستش بخوام، چون اولا سلام میکنم خدمت دوستان میهنان عزیزم، ممنونم از دعوتتون، لطف کردین. شهوین هستم به اسم دیجی برفی تو لندن. بوده 21 ساله که تو این کشور زندگی میکنم. راستش بخوای تاریخی خیلی عجیب غریبیه، چه مخاطر اینکه راستش بخوای میخواستم خواننده بشم، رفتم تو یه سبک دیگه و خب تو ایران شرایطش رو نداشتم و خب سعی میکردم که تو برنامه و پارتی ها شرکت میکردیم تا اینکه رسیدیم به لندن و چون برادرم کار سیکیورتی داشت تو یک کلاب ها و با یه دوستی آشنا شدم به نام الکس و من آشنا کرد با دیجی و خیلی آدم خیلی با شخصیت و کلاسی بود و منم به این سمت رفتم، ولی فکر نمی کردم. ولی خب خوشم اومد راستش بخوای. دیگه اگه شرط دیگه این توی زندگی دیگه ایجاد بشه، مطمئن باشم همین کار انتخاب خواهم کرد. پس یعنی اگر دوباره یه فرصت دیگه به شما داده میشد پس باز هم همین شغل رو انتخاب میکردید؟ صد درصد. خیلی عمالی. شغل شما یه شغلی هستش که پر از چیز اتفاقات هیجان انگیز هست، چون به هر حال همیشه توی مراسم های شاد هستید و به هر حال همیشه در حال ترانه گوش دادن. اولا از تجربه خودتون به من بگید، میخوام بدونم که این کار چه جور کاریه و اگر کسی علاقه من هست چجوری میتونه این کار شروع بکنه. به نظر من اولین چیزی که تو زندگی مهم هستش هدفه، چیزی که دوست داری و به اون چیزی که میخوای برسی باید ویژن داشته باشی، هدف داشته باشی. اگه به اون هدف نداشته باشی 100% بهش نمیرسی. و من دوست داشتم کارتو، باید دوست داشته باشی، علاقه داشته باشی، برایش سازماندهی بکنی، این باعث میشه که پیشرفت بکنی. اگه هدف نداشته باشی مطمئن باش فقط برای شادی باشه، فقط برای لحظه ها باشه، مطمئن باش به اون چیزی که میخوای نمیرسی به نظر من. و من بیشتر کسایی که کار دیجی هستن دارن شروع میکنن بهشون میگم که تنها چیزی که هستش اینی که اول اینکه هدف داشته باشن و مردم دار باشن. بله درسته، رشد شما رو به رشد میرسونن. دقیقا اتفاقا من همین سوال رو میخواستم از شما بپرسم، چون که میدونم که به حال آقای شروین شما
چون که باید شرکت کنید در مراسم های مختلف و دیده بشید و معرفی بشید، این ارتباط بین شما و دیگران از ابتدایی که کار شروع کردید چجوری اتفاق افتاد؟ یعنی چجوری مرتبط شدید و تونستید مراسم های مختلف دعوت بشید؟ ببین همش چه ببین چه کارم خب هدرسرم بود تو دوره که من بودم، دوره بوده الان 16 سال هستش که دیجی میکنم. تو دوره که من بودم خب میدیا به این صورت نبود و همه چی کسی مثل منو میدید با استایل من آشنا میشد، خب سعی میکردم که هم بیزینس آرشگری رو داشته باشم و هم کار دیجی رو داشته باشم و به این دو تا حرفه رو سعی میکردم رشد بدم. و باید راستش بخواین باید استایل داشته باشی که مردم ببینن دیجی استایل خودش رو داره و بین مردم باشه، با مردم حرف بزنی، باشون رابطه خیلی خوبی داشته باشی. اگه عقب بکشی یه ذره فاز گرفتن بگیری و مطمئن باش تو جمع قرار نخواهی گرفت. بیشتری هم که من پیشرفت کردم به خاطر محبت همه دوستان مردمایی بود که خیلی دوستم داشتن، منم دوستشون دارم. خیلی هم خوب. خب سوالی که من از شما دارم، شما وقتی که این کار رو شروع کردید، حالا به هر حال گفتید که تو بحث کار آرشگری هم بودید، بعد دوباره الان تو کار دیگه ای هستید، خب به هر حال دی جی بودن خودش فعالیت گسترده ای داره و با ایرانی زیادی در ارتباط هستید، اتفاقی که افتاد میخوام بدونم چه جا شرکت کردید و الان در چه جاهای دعوت میشید و این ارتباط بین شما با ایرانیان بیشتر تو چه جاهایی اتفاق افتاد؟ میخوام بدونم به نفع کار شما بود، آیا در مراسم های بزرگتر به نفع شما هست یا اینکه نه فرقی برای شما نمیکنه، حتی یک عروسی هم برای شما کافی هست؟ برای من حتی یه عروسی هم کافی هستش، الان تو این شرایطی که هستم برای من یه عروسی کافی هستش. ولی 100% برای کسی که میخواد رشد بکنه اول باید پشت کار داشته باشه، دومی که کسی که خب بالاخره ما ایرانی ها باید هوای همدیگر رو داشته باشیم. اون دوره‌ای که من بودم خب خیلی آدم ها هوای من خیلی داشتن، نه به خاطر اینکه دوستم داشتن یا آشنام بودن، نه به خاطر استایلم، به خاطر طرز برخوردم، چجوری باشون صحبت میکنم و دوست داشتم بالاخره یک بار با من کار کنن. وقتی کار رو میدیدن خب بیشتر دوست داشتن و به همدیگه میگفتن که رکمند میکردن که مثلا ایشون دیجی باشه. و 100% کنسرت خب خیلی خوبه. و در مورد اینکه با چه کسایی آشنا بشیم، خب 100% من همیشه به این اعتقاد دارم آدم باید با کسایی بگرده که از خودش خیلی سطحش بالاتر باشه و آدمایی که معنی پیشرفت رو میدونن و به شما یاد میدن. و من سعی کردم با آدمایی بگردم که خیلی سطحشون بالا بود و هنوزم هستن خدا رو شکر و منو تو برنامه هاشون جا میدم و دوست دارم که بیشتر پیشرفت کنم. و به همه هم میگم میخوای پیشرفت بکنی باید با آدم های، نه که منظورم که فقط سطح بالا فقط توی سطح باشه، اینکه کلا باید همه رو نگه داریم تو هر شخصیتی. خب من از صحبت‌های شما الان اینو متوجه شدم، شما میدونید که وقتی که آدم مهاجرت میکنه با چند تا قضیه مواجه میشه، زبان متفاوت، فرهنگ متفاوت و قوانین متفاوت. شما وقتی مهاجرت کردید به لندن خب مشکلات خودتون رو داشتید، همونطور که مثل همه مهاجرین که میان داخل کشورهای مختلف، شما ارتباط برقرار کردید و از طرف دیگر ایرانیان حمایت شدید تا بتونید پیشرفت داشته باشید. الان اگر به شما بخوام بگم که اگر یک همکار شما وارد لندن بشه چه کاری میتونید انجام بدید برای اینکه با مشکلات کمتری مواجه بشه و چه پیشنهاداتی بهش دارید؟ من راستی بخواد بهش پیشنهاد نمیدم، سعی میکنم با خودم همراهش کنم، اونجوری احساس راحتی میکنه و بیشتر با مردم آشنا میشه. تا اینکه من کلا اهل عملم، دوست دارم که به یه نفر بگم که بیا کنارم من باش، لذت ببر، با اون محیط آشنا شو، طرز برخوردی که بالاخره ما کسایی که تو ایران هستن و کسایی که اینجا هستن با فرهنگ‌های متفاوت و
بالاخره خب فرق داره. بالاخره خب من آشناییت بیشتری دارم و تجربه من استفاده کن و پیشرفت کن، خوشحال میشم. اینجوری بهتره که آدما بیشتر به همدیگه هوای همدیگه داشته باشه تا اینکه من بیام به یه نفر بگم و اونو توی یه شرایطی نگه دارم و به قول معروف که میگن اون بنده خودم به قول معروف منتظر یه شرایطی هستش. خب خیلی اتفاقاتم دیدم که مثلا خب همه مثلا سعی میکنن بگن صحبت بکنن ولی تو عمل صفر هستن. ولی من کلا دوست دارم که اینجوری باشه. خیلی هم عالی. سوالی که از شما دارم، میدونم که خانوما هم خیلی علاقه مند شدن به بحث دیجی بودن و این مسئله به هر حال باب شده، خصوصا میدونیم که در ایران هم این اتفاق داره میفته و خارج از کشورم خیلی از خانوما دارن این کار رو انجام میدن. شما میخوام نظر شما چی هست در ارتباط با این کار، میخوام چه اتفاقی میفته و این حول محور چی میچرخه، میخوام بدونم مفید هست این قضیه. 100% 100% ماشاءالله خانوما خیلی، شاید از اولاد آقایان ناراحت نشن، خانوما 100% آهنگو بیشتر میشناسن و میدونن که چه آهنگو. خب بیشتر کارهایی که من انجام میدم و 100% خانوما بیشتر میان وسط، آقایونو میکشن وسط و من خیلی خوشحالم خانوما این کارو میکنن و بهشون رکمند میکنم که حتما بیشتر و بیشتر شن، چون واقعا ما احتیاج داریم. باید فرهنگ سازی بکنیم، خانوما باید پا به پای مردا باشن و این کارو انجام بدن. این چیز بدی نیست، باید شاد باشن و به همدیگه شادی یاد بدیم، با هم رفیق باشیم، با مردا رفیق باشن، با همکارای مرد رفیق باشن، چرا که نه، خوشحال میشم. آی شروین، اگر بخواید این مسئله رو در نظر داشته باشید که خب به هر حال شما قرار هست که در مراسم‌های مختلف در آینده هم حضور داشته باشید و این گستره دیدار شما با ایرانیان بیشتر خواهد شد، میخوام بدونم آیا مراسم های پیش رو دارید که بخواید اطلاع رسانی بکنید به همشهری خودتون، منظورم که چیزی که در نزدیکترین حالت باشه مثل شب یلدا یا برای کریسمس جشن نوروز؟ برنامه من کلا توی تیکت آفیس بیشتر بالا هستش، ولی خب سعی میکنم برای برنامه هم همیشه سورپرایز داشته باشم، چون بخاطر اینکه بالاخره میدونی رقابت هست. خب رقابت باعث میشه که آدم پیشرفت کنه و آدم بیشتر به سمت جلو حرکت کنه و خب کار من یه جوری هستش که خب این سبک کار من هستش که سعی میکنم برنامه همون سپرایز کنم که بیشتر لذت ببرن و بیشتر هیجان انگیز باشه. چون الان بیام بگم 100% خب دیستای زیادی هم هستن که الان میبینن. خیلی عمالی، پس منتظر یه سپرایز قشنگ باشیم از دیجی برفی تو صفحش میتونیم پیگیری کنیم. خب آی شروین، شما الان در رشته کاری خودتون به عنوان یک فعال اجتماعی هستید، دارید کاری انجام میدید، شغل حرفه خودتون رو دارید و دارید به هر حال ایرانیان رو شاد میکنید، دارید فرهنگ ما رو نمایش میدید. حالا به حال اگه غیر ایرانیان هم شرکت کنند در اون مراسم میبینن، میشنون ترانه ما و رقصهای ما رو میبینن، تجربه خودتون رو به من بگید. آیا غیر ایرانیان میدونی که ترانه ها رو که متوجه نمیشن وقتی که ایرانی هست، برداشت اونا چی بوده؟ و سوال دوم من هست که چجوری ترانه رو انتخاب میکنی؟ این میکس کردن ترانه ها چجوریه؟ ببین نگاه کنین، اتفاقا اول براشون خیلی سخته. خب توی فضای ایرانی، ماشاءالله فضای ایرانی خیلی خوب هستش، خیلی محیط گرمی هست و ایرانی همیشه آدمایی بودن که بالاخره خب کسایی که در هر قشری بودن همیشه ویلکامین کردن به همه و من خودم همیشه، چون همیشه بالا دستگاه هستم، قشنگ میبینم چه کسایی چه جوری هستن و چه جوری برخورد میکنن با هم دیگه. خیلی خوب بوده و لذت بردم. کار منم یه جوری بوده که خب خیلی سخت بوده، مخصوصا که توی برنامه‌هایی که مثلا هر کشوری که بوده و سعی کردم که اون فضا رو ایجاد بکنم که شخصایی احساس غریبی تو اون فضا نکنن و سعی کردم که مثلا یه آهنگ خارجی و با یه آهنگ ایرانی میکس کنم که ریتمشو بردارم با آسند، یعنی با صدای انگلیسی که داره میخونه میکس کنم، که ایشون مثلا داشته مثلا یه آهنگ پیپو گوش میگرده ولی داشته مثلا غیری میرخصیده. خب ما این فضا ایجاد میکنم که ما دو طرف رو نگرده و این کار من خیلی سخت هستش و ما محیط رو میبینیم، فضا رو میبینیم و طبق اون جب آهنگ و لایف پخش میکنیم که مردم لذت ببرن.
خیلی سخته. آره اتفاقا میخواستم همین رو بگم، چون در آن واحد شما باید در نظر بگیرید که چه ترانه‌ای رو بذارید که همه لذت ببرن و همه در حال بتونن اون لحظه شاد باشن. کار سختی هست، بله درسته، و تبریک میگم به شما، به هر شغل بسیار جذابی دارید. واقعا جذابه، خیلی دوست داشتنی. یعنی واقعا من شبش که میام خانه، بعد قشنگ همون محیط از دوباره تکرار میشه برام تا صبح، و لذتشو میبرم، واقعا کیف میکنم، میبینم که شادم، مردم میتونم برای یه چند لحظه از خود بیخود کنم، لذت ببرم. و دقیقا همینطور بود، با ترانه زندگی کردن، بله بسیار هم زیباست. خب اگر بخوایم اینو در نظر داشته باشیم که خب برنامه ها که برای شما در صفحتون اطلاع رسانی میشه برای جمعی ایرانیان که اگر در لندن بخواد پیک کنم، آیا در حالا در خود انگلستان شهرهای دیگه هم هستید یا معظم کشورهای دیگه، آیا شما رو میتونن ملاقات کنن برای برنامه ها یا نه فقط توی لندن فعالیت دارید؟ 100% برای کشور دیگه ملاقات میکنن، برای شهرهای دیگه هم هستش. خب ایمید هایی هستش که برای آینده میاد بالا، برای شهرهای متفاوت که بازم گفتم سورپرایز هستش، چون ما سعی میکنیم که برنامه ها رو جوری با دوست عزیزم روزه جان سعی میکنیم که یه جوری ارگنایز بکنیم که حداقل 2-3 ماهی وقت داشته باشیم که بتونیم براش تبلیغات بکنیم، که مردم زیادی بدونن. یه دفعه یه هایی نمیتونه مردم، چون بالاخره خب همه یه شغلای متفاوتی دارن، باید برنامه‌ریزی داشته باشن. برنامه‌ریزی می‌کنید. بعد آیا این اطلاع رسانی از صفحه خودتون خواهد بود یا از جای دیگه هم امکان پذیر هست متوجه بشن؟ تو اطلاع رسانی تو صفحه خودم هستش، ما دو تا سایت دیگه هم داریم که همه اد شده، لینکاش اد شده توی وبسایتمون، توی سایت ولک هستش، و تو اینستاگرام بالاخره خب خیلی چیز عمومی هستش که مردم میتونن مشاهده کنن، پیگیری بکنن. با برنامه لایو شبهای لندن، نصری برنامه های لایو شبهای ایرانی، امشب در خدمت دیجی برفی بودیم آقای شروین، و سپاسگزارم از حضور شما جناب آقای شروین. شما فدای شما باشم، مرسی، ممنون، شب خیلی خوبی داشته باشید، ممنون که در برنامه من بودید. متشکرم، سپاسگزارم، زنده باشین، خدا نگهدار. سپاسگزارم از همه شما که در برنامه لایو من حضور داشتید. مطلبی رو میخوام بگم، ما هنرمندان مختلفی رو از جمله خوانندگان، نوازندگان، رقصندگان برای ایونت های مختلف معرفی میکنیم، منظورم در لندن هست، که با هم دیگه کار کنند و حتی برای شبای شعر اگر به هر شعرخوانی میخوان بذارن، کسانی که علاقمند هستن رو معرفی میکنیم به هم دیگه و میتونن با ما در تماس باشن. مجریان ما در سراسر دنیا حضور دارن و میتونید با ما در تماس باشید، همه کشورها این امکان وجود داره، در لندن هم همینطور، و همینطور که ابتدای برنامه گفتم فستیوال ایران رو فراموش نکنید. برنامه ما رو تو یوتیوب ببینید، سابسکرایب کنید و ببینید، لایک کنید. تنوع برنامه ها در پرژن و جوایز فارسی متنوع است و میتونید همه رو ببینید و لایک کنید. خیلی ممنون که در لایو من بودید، برای همتون آرزوی سلامتی دارم، امیدوارم همیشه مانا خندان و رقصان باشید، شب و روز همتون خوش.